با نام یاد خدای گرامی و با عرض سلام خدمت همه شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو نوروز، امیدوارم که در هر جای دنیا هستین و صدای ما روی امواج 101.1 FM از طریق رادیو آنلاین میشنوین، در هرات، در شهرستان‌های هرات، در ولسوالی هرات اگر میشنوین، در از طریق صفحه رسمی رادیو نوروز برنامه رو به صورت تصویری میبینین. وقت بر همه شما عزیزان بخیر باشه و نوروز به شما تبریک میگم. امروز قرار است که در برنامه گفتگوی ویژه نوروزی به جایگاه تاریخی نوروز بپردازیم. مهمانان عزیزی در برنامه داریم از سه منطقه یا از سه نقطه مختلف دنیا. خانم راضیه موسوی، مسئول صاحبی دفتر ارتباط در زون شمال شرق از ولایت بلخ باستان، همچنین خانم دکتر فائزه زهرا میرزا، استاد دانشگاه در ایالت کراچی پاکستان با ما، و همچنین جناب آقای دکتر سید حجت الحق حسینی، استاد دانشگاه خواجه نصیر طوسی از تهران با ما. ممنون همه بزرگواران هستم، لطف کردین از اینکه به برنامه حاضر شدین. وقت بر همه شما عزیزان بخیر و نوروز برای همه بزرگوارا تبریک عرض میکنم. میخوایم که صحبت با خانم فائزه زهرا میرزا، استاد دانشگاه در ایالت کراچی پاکستان شروع کنیم. خانم میرزا، زهرا میرزا، ممنون شما از اینکه فرصت دادیم برای ما. بیاین در مورد جایگاه تجلیل از جشن نوروز در حوزه نوروز اگر صحبت بکنیم، فکر میکنین که چقدر در تاریخ تمدن بشری ریشه داره تجلیل کردن از نوروز؟ باستانی است و نوروز نخستین ماه و سال خورشیدی میتونیم بگیم که آنها در برج حمل انتقال یا رابط تبروز برآورده کردند. ما میتونیم بگیم که در کشورهای ایران و افغانستان که گاه شماری هجری یا خورشیدی به کار برده میشود، نوروز به عنوان یه روز نو آغاز می شود. اما در کشورهای آسیای میانه تقویم میلادی متداول است و نوروز به عنوان اونجا آغاز فصل بهار یا جشن بهار گرفته می شود و این روز آغاز سال محسوب نمی شود و به عنوان یه فصل بهار تجلیل می شود. ما میدونیم که در این چون یک عید باستانی هست، به خاطر این قبل از اسلام، ریشش به قبل از اسلام هست و گفته می شود که جمشید این جشن را برگزار کرده بود. گفتند که این روز اول ماه فروردین را می گویند و چندین درباره این روز در واقع حکایت هایی هستش، میگن که این در واقع روزی است که خدای تعالی عالم را در همین روز آفریده و هفت کوکب در اوج تدبیر بودند و اوجاد همه در نقطه اول حمل بود و حضرت آدم علیه السلام هم در همین روز خلق شده و همینطوری در زبان پهلوی شعارا میگن شید و میگویند که این لفظ را به نام جمع افزودند و شد جمشید و در این روز جشن عظیمی برگزار شد. همینطوری گفته میشود که نوروز در واقع اولین شش روز که نوروز خاصه گفته میشود، این ششم ماه فروردین هست و در همین روز جمشید از خاصان، یعنی ما پنج روز اول را نوروز عامه گفته می شود و ششمین روز را نوروز خاصه در اون زمان می گفتند و خاصان را طلبید، رسم‌های نیکو داشت و مردم گفت که شما را خلق کرده است، خدا شما را خلق کرده است و تن خود را باید بشویید، لباس نو بپوشید و همینطوری یک نو جشن و در واقع شادی برگزار شده.
بله ممنون شما خانم زهرا میرزا. آقای دکتر سید حجت الحق با حسینی از دانشگاه خواجه نصیر طوسی، میخوایم با شما برنامه رو ادامه بدیم، با شما برگردیم. آقای طوسی، آقای حسینی، شما چطور ارزیابی میکنید جایگاه تاریخی نوروز؟ چقدر فکر میکنید که تاریخ پربار رو داشته جایگاه نوروز در منطقه نوروز؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادای احترام خدمت شما به محضر ملت شریف افغانستان و عموم کسانی که برنامه نوروزی را به استقبال بهار و تجلیل نوروز بیدارم. سلام و ارادتم را نثار تک تک شما عزیزان. نوروز چند بحث بسیار مستوفا دارد. یکی مسئله نگاه اساطیری است، یکی نگاه تاریخی است، دیگری نگاه نجومی، بحث اجتماعی، فرهنگی و دینی نوروز است. این که در حقیقت به نوروز از چه منظری نگاه کنید بحث ما را متقابل. من اجازه می خواهم اصل مسئله را برگردانم به این که خاستگاه نوروز ایران باستان و فلات ایران بوده است که زمان برگزاری نوروز آغاز فصل بهار بوده و این که نخستین روز از سال خورشیدی ایرانی یکم فروردین کهن‌ترین جشن ایران باستان بوده، این رو مبنا کرد. در بازگویی هر مسئله از تقویم و مسئله نوروز باید به دو وجه توجه کرد، یکی روایت و دیگری درایت. روایت که باید به گونه های گزارش های اساطیری، تاریخی، نجومی، اجتماعی، فرهنگی و دینی موضوع توجه بپردازید، و در مسئله درایت باید به بعد ریاضیات و نجوم و کاهشماری نوروز پردازید. نوروز به عنوان آغاز فصل بهار دارای این ویژگی هست که مناسب ترین، طبیعی ترین و دقیق ترین لحظه است که ورود خورشید در حقیقت در مداری که بحث میشه که ورود زمین و به موازات اون خورشید به آغاز برج حمل بشود آغاز فروردین و لحظه نوروز. خب استعذار داریم، در کشور افغانستان و در کشور ایران نوروز و سال خورشیدی اقداری آغاز سال نو است و اگرچه در افغانستان الان نظام گاهشماری حمل و ثور و جوزا و اسد و اینها مطرح می شود که نوع هجری شمسی برجی است، بر اساس برج ستارگانی است، ولی در هر صورت خاستگاه نوروز در فلات ایران بوده، نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو است. اما در کشورهایی مثل تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، سوریه، گرجستان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، چین، ترکیه، ترکمنستان، هند، پاکستان و ازبکستان تعطیل رسمی و جشن برپاست. این جشن نوروزی و لحظه تحریرستان یعنی برابری اعتدال بهاری و طول روز و شب یکسان شدن است. یادم آمد این شعر زیبای جناب سعدی را که فرمود بامدادی که تفاوت نکند لیونه ها، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. خب این نشان میدهد که طول شبانه روز برابر شده. یک اعتدال بهاری داریم در مقابلش یک اعتدال خریفی. اما آنچه که بسیار حاضر اهمیت هست این است که واژه نوروز از زبان فارسی میانه برگرفته از زبان اوستایی است که خب آنچنان که مهمانان دیگر هم صحبت کردن یک ریشه مشترکی داره از نوروز عام، از نوروز خاص، نوروز کوچک یا عام دیگه کن تا پنجمه و نوروز بزرگ یا نوروز خرداد روز که روز خاصه گفته میشه. در حقیقت این مسئله لایل میشده، ریشه اون از دوره هخامنشیان به راحتی تمام گزارش معتبر داره و بعداً در دوره اشکانیان و ساسانیان هم بسیار سیم ممنون شما. ممنون شما. وقتی صحبت از ایران بزرگ یا ایران باستان میشه در ذهن مردم یک چیز صدایی میشه که ایران فعلی منظور است یا مراد همون ایران قدیمی است که به نام ایرینا یا ایرینه یا آریانا صحبت میشه. اگر اینم یکم شفاف بسازید آقای حسینی، بعد میپردازیم به مهمان عزیز دیگه برنامه خانم رازی موسوی. بله، البته تردیدی نیست، وقتی میگوییم ایران باستان، ایران بزرگ،
یعنی قلمرو فرهنگی ایرانی که تاجیکستان و افغانستان و بخشی از پاکستان و ناحیه شمال کشورهای پرآسیای کنونی، این مرزها اکنون یک نوع جدایی ایجاد کرده، وگرنه فرهنگ عامه این مردمان یکسانه. آنچنان که در تاجیکستان فرض بفرمایید ادب و آداب یکسانی برگزار میشه، در افغانستان، در پاکستان، در بخشی از هند، اینها حوزه قلمرو ایران فرهنگی. بسیار سپاسگزارم. نباید به مرزهای کنونی کشور جمهوری اسلامی ایران محدود. ممنون شما آقای حسینی. اما میپردازیم به بحث دیگه ما با خانم راضیه موسوی، مسئول صاحبی دفتر ارتباط در جنوب شمال از ولایت بلخ باستان خاصگاه نوروز. خانم موسوی، ممنون شما که فرصت دادید برای ما. میشه که صحبت بکنیم در مورد این که چقدر در تاریخ نوروز توانسته که پیوندها رو به همدیگه مستحکم بکنه، پیوندهای ملت‌ها رو، و آیا اصلا نقشی داشته که یک نوع پیوند مستحکم بین ملت‌های حوزه‌های متفاوت که حالا فعلی با این جغرافیای سیاسی، با مرزهای سیاسی تغییر یافته به وجود بیاره؟ عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و دوستان خوبم که در برنامه هستند. خوشبختانه آمد آمدن نوروز باستان و برای همه خواننده عرض میکنم، بله یقینا که افغانستان و شمول کشور ایران، تاجیکستان، پاکستان، هندوستان و کشورهای نزدیک این مرز بوم کشورهایی هستند که با هم تجربه میکنند. به نحوی میتونم بگویم که بلخ مرکز فرمانروایی آزادیهای سابق بوده که همین ایران زمین ده که این دوست ما ادعا کرده که همه مربوط به یک ایران میتونن، دقیقا خراسان بزرگ بوده، همه نوروز را تجلیل میکردن، جشن میگرفتن و بخاطری که ما به سال نو و به زندگی جدید به رویش سبزه و گل و گیاه میریم، این را جشن میگیرن که همونطور که بروزهای ما بکنم در کشورهای متعدد این جشن متفاوت هست، روزهای فرق میکنه و نوعیت برگزاری جشنها فرق میکنه. خوشبختانه همونطور که شما میدانید در بلخ میله ارتنبی گل سرخ برگزار میشه و جده مولاعلی برافراشته میشه که سالانه هر سال میلاد زیادی از هموطنهای ما و دیگر عزیزان ما از خارج از کشور به این برنامه در میآیند، تشریف میارن و این یک بحث سنتی فرهنگی و از طرفی هم مذهبی هست که جده مولاعلی برافراشته میشه و ضمناً در کنار این اعلانات مردم و انتخابات بیسوری هنوز هم با هنوز هم باورمند هستن و برای تجدید سال جدید و محافل و پایستوری و مجالس شخصی ایشان دعوت میکنم بیسارشان. ممنون شما خانم موسوی، تشکر. این سوال میخوام که از خانم زهرا میرزا استاد دانشگاه از کراچی پاکستان داشته باشیم، این که نوروز از دید شما چقدر میتوانه نقش مهمی در پیوند دادن ملت‌های منطقه حوزه نوروز داشته باشه؟ همینطوری که گفته شد که نوروز در آسیای میانه در واقع که این عید باستانی ایران هست، اما در مناطق پاکستان هم فقط در همون منطقه شمال پاکستان بیشتر اونجا نوروز برگزار میکنن. اما یک قسمتی از شیعه های پاکستان، شیعیان پاکستان، اینها نوروز برگزار میکنن، اما اهل سنت رو از مذاهب دیگر اینها این را یه جشن بهاری تصور میکنن. اما چون نوروز الان خیلی رسم و رواج بیشتری و فرهنگ ایران بیشتر گسترش پیدا کرده، این جشن یا عید در پاکستان هم به عنوان جشن بهاری برگزار می شود و برنامه های تلویزیون از تقریبا دو سه سال یک همینطوری شعرخوانی مخصوص به نوروز برگزار می کنند و مردم شعر می کنند در باره نوروز امسال اینها و در واقع در کل منطقه پاکستان، بیشتر در شمال پاکستان چون اونجا آقا خانی ها هستند و اونجا بیشتر این جشن در واقع
بله. از رسم و رسومات اگر کمی صحبت کنین خانم جناب استاد زهرا میرزا، این که در شمال پاکستان مردم چه رسمی دارن؟ آیا فقط منحصر میشه به دیر و بازدیدهای بهاری یا مثلا پوشیدن لباس نو، یا نه کدام رسم به خصوصی هم دارن؟ به نظرم رسم خصوصی نیستش، اما روزی هستش که در واقع روز طبیعت هست، روز نو هستش، همونطوری که در ایران برگزار می شود که اینجا دیر و بازدید هست و در واقع شیرینی خوراندن و عبادت ها و امثال اینا. چیز خاصی به، یعنی اگر من بگم که یک رسم چیزی خاصی باشه، اونطوری برگزار نمی شود. اما ما از بچگی می بینیم که تو خونه خودمون مادرم هفت سین می چید و همینطوری که در ایران سبزه و سکه و همه تمام هفت سینی که اونجا برگزار می شه، ما هم تو خانواده خودمون تو خونه همچنین سفره هفت سین را می چینیم. اما اینطوری رسم بیشتر در کشور اونطوری چیز نمیشه، برگزار نمیشه. بسیار به حالت عمومی نیست. بله، به حالت عمومی چیزی که در ایران برگزار میشه. بسیار ممنون شما. جناب آقای دکتر حسینی، اصل فلسفه چیدن سفره هفت سین در چی خلاصه میشه؟ یکم در دور سفره هفت سین معمولا مادر بزرگ ها. جناب استاد، شما اگر میشه که بیشتر در مورد چی صحبت کنن آقای حسینی عزیز؟ در مورد سفره هفت سین صحبت کنیم که وقتی سفره هفت سین پهن میشه داخل خانواده، به داخل خانه و خانواده دور سفره هفت سین جمع میشن، حافظ میخوانند، سعدی میخوانند، شاهنامه میخوانند. این دلیل بر چه چیزیه؟ فکر میکنین که چه چیزی رو نشان بده برای مردم؟ چه میراث فرهنگی رو قراره که پیوند بده به نسل‌های جدید؟ خب بسیار روشن هست که ببینید، البته یک سوال قبلا پاسخ داده نشد. اینکه در روبیدنی ها و اون هفت سین را که بر سر سفره می‌گذارن از دوره اردشیر بابکان 12 ستون را بیش از 20 روز به عین گونه های گوناگون گیاهی را می‌کاشتن و بعد اینها کم کم از اینها هفت سین استخراج شد و هفت سین را بر سر سفره می‌نهند. قرآن کریم هست و همینطور دیوان حضرت حافظ که بسیار احترام انگیزه و این نشان دهنده پیوند و سنت های فرهنگی بین نسل های گوناگون هست. همه می نشینن قرآن می خوانند به نشان تبرک و تیمم و بعد حافظ را می خوانند و تفکر می کنند، چون این نشان اقتدار زبان فارسی در حوزه ایران فرهنگی است. گفتگویی بین ما دوستان در گرفت که ببینید برگزاری آیین ها و رسوم در منطقه فرق میکنه. در خراسان کنونی کشور ایران در آنجا سمن و پزون آیین مرسوم و محمول است، در حالی که در نزد زرتشتیان ایران هفت میوه یا یورک برقرار هست و استفاده میکنند و نشان میدهند. بنابراین جنبه های گوناگون فرهنگی و طبیعی، همه اینها نشان پاسداشت طبیعت است. از ماهی نماد حرکت هست و از سیب به نشان برکت و از سکه به نشان رونق کار اقتصادی و مخصوصا دو کتاب بسیار احترام انگیز، قرآن کریم در وجه اعلا و دیوان حضرت حافظ که زیباترین غزلها ممنون شما آقای دکتر. اما اینه میخواستم بپرسم واضح تر اگر صحبت در مورد این داشته باشین که چقدر فکر میکنیم که چیدن سفره نوروز، سفره هفت سین در خانواده، شاهنامه خواندن، قرآن خواندن و تفعول کردن، تفعول زدن، اینا چقدر میتونه برای نسل جدید یک میراث قدیمی را پیوند بده و برای از اونا یه ارزش های تاریخی را به میراث بگذاره؟ خب بسیار مهم هست. خواندن حافظ و بیان کردن ریشه های ادبی، فرهنگ های گوناگون و مفاهیم بسیار والایی که در دیوان حافظ، در شاهنامه فردوسی، البته در کشور ایران من ندیدم، هیچگاه ندیدم که شاهنامه خوانی یا غیر یا سعدی مرسوم باشد، بیشتر حافظ خوانی بودند و خب امر معمول هست. اما آنچه که نشان میدهد از راه فرهنگ شنیداری، افراد باسواد میخوانند و کمسوادان میشنوند، از همین طریق خواندن و شنیدن فرهنگ انتقال پیدا میکند، شرح و توضیح افراد باسواد
میتواند زمینه تعالی رشد فرهنگ خانواده را نشان دهد و احترام به کتاب. کتاب مظهر آگاهی و فرهنگی است. بقیه موضوعاتی که بر سر سفره حفصین هست نمادی برگرفته از طبیعت است. اینجا پیوند بین طبیعت و موضوع آگاهی بشری است. ممنون شما. اما خانم موسوی از بلخ بامی، بلخ باستان، با شما اگر ادامه بدیم، شما این روزها اگر کم صحبت بکنین، آیا خب ما در قرنی زندگی میکنیم که قرن اطلاعات است و نسبت به سالهای گذشته، نسبت به دههای گذشته، نسبت به آنچه که در تاریخ ذکر شده، مطمئناً بعضی نوع برگزاری مثلا مراسم آیینی به مراسم نوروزی تغییر کرده. این روزها شما چطور میبینید وضعیت بلخ، زادگاه زادگاه نوروز یا بالاخره جشن نوروز چطور میبینید؟ آیا جشنهای باستانی دوباره در حال آغاز است؟ نیست چطور؟ مدربان احترامات تحتیم دوستان، من واقعا متاسف هستم. با زمانی که مثلا قبل از این سال گذشته وضعیت تشکیل نوروز یا ملی ادنهی کلسفان در مطار اندازه خوشکو بود، تا اندازه ای که ما درام رئیس جمهور قبل آقای فضل و آقای قنی بارها در مراسم ویژه ملی ادنهی کلسفان تشریف آورده بودن. اما چند سال است که متاسفانه به دلیل مشکلات امنیتی این رسم و رواج کمرنگ شده و مردم کمتر و مرگ و رحمت می کنند تا بیایند. متاسفانه از راه زمین از شما جنوب کشور که بحث پلخمری و بغلان میشه، از راه امنیتی خراب است و از طرف شمال به قسمت های فالیاب مشکل امنیتی دارند و می کنند ما در برخ متاسفانه کمتر از سالهای گذشته هستند. از طرفی هم شرایط متاسفانه بحرانی کرونا در سال گذشته حضور مهمانهای برفی را بسیار کمرنگ ساخته بود و متاسفانه ما نتونسته حتی میله گلستاف را برگزار بکنیم که جنده مولانا برگزار نشد و این یک تاسف بسیار بزرگ بود بر ما. هرچند امسال خوشبختانه اما خانم متفر آمادگی کامل را برای برگزاری برنامه گرفتن و قرار است هیئتی نیز از حکومت و مزار شریف تشریف دارد تا این میله را برگزار بکنند. ما در کنار بحث ها و رسم و رسوم ها میخواییم بیشتر سوالی که جناب دکتر کردن را من پاسخ بدم. ما در کنار ای که مثلا برگزار میکنیم جشن ها را، ما پاسدار فرهنگ و تاریخ چند صد ساله گذشته ما هستیم. ما با برگزاری جشن چهارشنبه سوری و آتش برپا کردن و کمپای ما با آتش گذاشتن، خواندن فال حافظ یا بقیه شعرها، ما میخواییم ثابت بسازیم که ما بینینی کوچکترین تاریخ و فرهنگ گذشته ما پابند هستیم و به اونها احترام میکنیم. اما تا 40 روز میلی که ما در بلخ برگزار میکنیم، من میدانم شما مرامات دارین، همه ما دست شادیان داره خوشبخت بنده گل خودرویی به نام لاله میروید که همه روزه تا 40 روز اونجا همه تمام ما به تفریح و به سیاحت میرن، چکر میرن و به خودش باعث میشه که یک امیدی در دلهای مردمی که همیشه از جنگ، از انتحار، از انفجار و از خطهای هدفمند صورت گرفته کمکی دلشان آسوده باشن و دل خوش باشن به یک زندگی خوب. هرچند متاسفانه هم که شما در جریان هستین در صفحات اجتماعی با برگزاری جشن نوروز مخالفت های بسیار زیادی ارائه شده که شما شاهد هستین. خوشبختانه بگویم و بدبختانه در هرات باستان شخصی آمده و جا کرده که جشن زرتشتیان هست و جشن کافران هست و نباید تزدیه شود. اما با وصف تمام چالش ها، مشکلات امنیتی، بحران کرونا و تمام این مسائل ما باورمند بر این هستیم که به خاطر پاسداری جشن نوروز ما دیگر شبت ها خوش کردیم و منتظر مهمان های مؤسسه سر افغانستان. بسیار سی ممنون شما. امیدوارم که از هرات، از سرزمینی که بالاخره این روزها حواشی خیلی زیاد ساخته، مطمئنم شما مهمونان خاصی داشته باشین در جشن نوروز. بزرگوارین. خانم زهرا میرزا از پاکستان، میخوایم که از شما هم بشنویم که در شمال پاکستان شما گفتین که مردمی هستن و در نهایت جشن برگزار میکنن، اما فکر میکنین که به اونجی یا به اون منطقه از پاکستان هم بعضی از
مخالفت ها حالا چه سبقه دینی داده بشه یا چه سبقه ارزشی داده بشه با اصل قضیه مشکل وجود داره نداره چه قدر؟ از مثلا خانم موسوی اشاره کردن که بعضی از حالا روحانیون دینی از سبقه دینی نگاه میکنن به قضیه میگن که خوبی مشکل داره یا بعضی مثلا پیوند میدن به ریشه های فردگرایی و میگن که عید مجوسیان است و عید آتش پرستان این هست اما میخوام این رو بفهمم که در پاکستان پس این دو هاست اینجا همچنین موردی نیستش که کسی ایراد بگیره چون این یک جشن باستانی هست و همچنین در تاریخ هم اگر ما میبینیم این در عهد خلفا هم این عید برگزار میشد در واقع اگر ما میبینیم که در بارهای خلفا یا خلفای اسلامی دیگه اینا اعتنایی اولین چهار یا نخستین چیزه خلفای اسلامی به نوروز اعتنایی نداشتن اما بعد از اون دیگه در زمانهای دیگر ما میبینیم که در زمان معاویه این خودش دیگه در تعداد زیادی هنگفتی پول دیگه به تقریبا به 5 تا 10 میلیون درهم بالغ این به کشورهای اسلامی و امیران میداد این پول را میداد و همینطوری حجاج بن یوسف هم در واقع همین دیگه جشن برگزار میداد پس فکر میکنم که همچنین این چیزی نباید باشه یک تعصبی نباشه که این چون عید باستان هست ما نباید برگزار کنیم چون این عید در واقع عید انسانی هست انسان به خودش فکر میکنه به دیگران میرسه این یک نوع عید اجتماعی هست که ما وقتی دید و بازدید میکنیم به دیگران میرسیم به اونا هدایا میدهیم و به کوچکان هم یا از خود کوچک افراد یعنی بچه های ما اینا یاد میگیرن که چجوری ما در واقع بذل و در واقع همچنین چیزهایی به دیگران باید ببخشیم یعنی بخشش و بذل باید اینا یاد بگیرن به خاطر این فکر میکنم که این هیچ تعصبی نداشته باشه بسیار سهی ممنون از شما تشکر جناب آقای حسینی از تهران اگر صحبت داشته باشیم بیایم شما در مورد تفاوت‌ها اگر صحبت بکنیم در سال‌های گذشته مطمئناً رنگ و بوی برگزاری مراسم نوروزی بهتر بوده نسبت به حالا رنگ و لعاب بیشتر داشته اما حالا کمرنگ‌تر شده برگزاری جشن نوروز در کشورهای مختلف حتی در تاجیکستان، در ایران، در افغانستان به صورت کلی نسبت به سال‌های گذشته خب در افغانستان خانم موسوی یاد کردن که به دلیل مشکلات امنیتی امکان داره که کمتر مثلا توجه باشه اما به صورت کلی انسانی که در قرن 21 زندگی میکنه با انسانی که در قرن‌های پیشتر زندگی میکرده از نگاه عاطفی چقدر فکر میکنیم که پیوند عاطفی میتونه داشته باشه با برگزاری جشن نوروز نوروز پیش از آنی که به هر موجودی به مسئله باستان چیزی دیگری پیوند داده شود بله. با همه بنیادها و ریشه‌های خانم موسوی چند هزار ساله فرمودیم چند ست ساله تصویم این هزار ساله که این ویژگی ها در طبیعت نو شدن اصل داستان نوروز یعنی غلبه بر مسئله سرما، تاریکی، جهل و این موضوعات نوروز این ویژگی رو داره که الان جهانی شده من به اقتضای این که ستاره شناس هستم و از کارشناسان مؤسس سازمان بین‌المللی علمی فرهنگی گفتم به من جهانگیر شدن نوروز بگویم به شما ببین در سال 2010 در 21 مارس روز اول فروردین روز جهانی نوروز نامیده شد جشنیست که 300 میلیون نفر در بیش از 3000 سال در طول تاریخ اون احترام و اعزاز داشتن و در سال 1391 هم در صحنه سازمان ملل متحد و یونسکو به میزبانی کشور ایران جشن نوروز برگزار شد نوروز جشن فرهنگ و صلح و دوستی است از تاجیک و افغان و پاکستان و ایران و ترکیه و جنوب شرقی عراق و این منطقه همه و همه به احترام نوداشت طبیعت نو شدن زندگی پیوند دلها برطرف شدن کدورتها خانه تکانی از آیین نوروز بیشتر خانه تکانی دل است و رسیدن به فضای صفا و محبت است
و همه چیز در آستان نو شدنه. بسیار سیم. بنابراین چیزی که طبیعی است نومد پیوند عاطفی فکری با انسان بیان کنه. و بالاخره آیین هایی داره، این آیین ها در سالهای متفاوت حالا به گونه های متفاوت برگزار می شده. هدف کلی سوال می بود جناب حسینی که فکر میکنن که انسانی که در نسل امروز، انسان نسل امروزی چقدر پیوند داره با همون مسئله که بالاخره شما گفتیم که نگاه فطری عاطفی به قضیه داشتن، که بالاخره چقدر میتونه آیین ها رو به صورتی که در 50 سال پیش، در 100 سال پیش، در 5000 سال پیش برگزار می شده تا آیین نوروز، او آیین ها رو پس داره با همان خلوص نیت اجرا بکنه. بعضی از اینها طبیعی است که روزآمد می شود. اصالت، منش نوروز، منش عید، منش گاهن بارها ثابت است، اما روش ها متفاوت است. آنچنان که در هر اقلیمی، در هر سرزمینی به اقتضای روش ها و موضوعات گوناگون برگزار می کنند. مهم روح حاکم بر منش این نوروز است که در کشورهای منطقه اتفاق. بسیار سیم ممنون. روز به روز هم بر با دندگیمون، بر جهان شدنش و بر زیباتر شدنش اتفاقا من نگاه مثبت دارم، چون با طبیعت همخوان است. ببینید از نگاه علم تقویم و گاه شماری هیچ تقویمی را نمیتوانید با سه ویژگی طبیعی بودن، مناسب بودن و دقیق بودن، چون مسئله نوروز و گاه شماری شمسی اعتداری در سراسر جهان پیدا کنید. ای کاش فرصت میشد تا من تخصیصاً و متخصصانه راجع به تقویم مسئله نوروز و گاهشماری نوروز صحبت کنم و بگویم تنها تقویمی است که در جهان تبیزه 4 ساله و 5 ساله داره و این ویژگی طبیعی بودن، مناسب بودن و علم بودن هست. بسیار سهی. اینها هر کدام جاذبه هست. بسیار سهی، ممنون شما. خانم زهرا میرزا، استاد دانشگاه از ایالت کراچی پاکستان، میخواییم که صحبت آخر شما رو داشته باشیم و تعبیر شما رو داشته باشیم به اینکه پیام کلی نوروز برای بشر چی میتونه باشه؟ از دید شما. به نظرم نوروز مساوی است با فصل بهار و بهار بهترین فصل سال است. این فصل از مرگ به حیات آمدن است. بر این اساس نوروز فرصتی است برای ارزیابی و اندیشیدن خود به انسانی و پیوستن به دیگر اجتماعی. نوروز در ذات خود واحد حامل معنا و ارزش‌های مهم انسانی است. حکومت‌های پی در پی شاهنشاهی به نوروز معنای سلطنتی بخشیده بودند، اما اسلام این عید را یک نوع رابطه انسان با خود، خدا، دیگری و طبیعت می داند. یعنی توجه و رسیدگی مادی و معنوی به خود، محاسبه رفتارها و آراستگی ظاهری، نیایش با خدا و زیارت اولیای الهی، ارتباط با دیگران خانوادگی، در واقع صلح رحم، ارتباط با دیگران اجتماعی یعنی صلح احباب ها، نزدیک طبیعت، پیام کلی نوروز به نظر من. ممنون شما، تشکر جناب دکتر و همچنین خانم موسوی. میخوام که صحبت اخیر شما رو هم کوتاه داشته باشیم که پیام نوروز از دید شما برای بشر چی میتونه باشه؟ پیام ما به نظر من این هستش که نوروز یعنی جاویش دوباره کردن به گیاهان، این خودش که پیام زیبا است که هر قدر زندگی پسی و لنگی خودش دلاشته باشه، دوباره میخوانیم از نو زنده شویم، دوباره بشتریم از نو زندگی بکنیم و زندگی را بسازه. با تمام سالت هایی که در افغانستان هست، ما هنوز هم دلخوش رای باینده بسیار خوب هستیم، زنده هستیم و زندگی میکنیم و این خودش میکنه نوروز خود سمبول دوباره زنده بودن و دوباره زنده شدن و دوباره زندگی کردن باشه. ممنون شما. و آقای دکتر حسینی از تهران، دید شما چی است؟ فکر میکنین که نوروز کوتاه اگر صحبت کنین که چه پیامی رو میتونه برای بشریت داشته باشه، برای جامعه انسانی؟ نوروز چند پیام داره. پیام اول آن است که نوبهار است، در آن خشک خوشگل باشی، باشی بله. که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. اقتناق زمان زیباترین است و نوروز فرهنگ صلح و فرهنگ دوستی است. نو شدن است، رها شدن از مرادت افتار است و
فشردن دست دوستی ها و گرمی دل های به هم پیوسته. بسیار سپاسگزارم. ممنون شما از هر سه بزرگوار تشکر میکنم و از شما عزیزان از سه نقطه جهان درخواست میکنم که سلام و درود و تبریک و تهنیت مردم هرات برای اقوام خویشاوندان و برای همکاران خود برسانیم. نوروز برشان تبریک بگین. ما برای شما مجددا نوروز تبریک میگم. سال خوبی داشته باشین و بهار خوبی را تجربه بکنیم. خانم رازی موسوی مسئول صاحبی دفتر ارتباط در زون شمال از ولایت بلخ باستان، خانم دکتر فائزه زهرا میرزا استاد دانشگاه در ایالت کراچی پاکستان و جناب آقای دکتر سید حجت الحق حسینی استاد دانشگاه خواجه نصیر طوسی در تهران با ما. ممنون هر سه بزرگوار که به گفتگوی ویژه نوروزی امروز حاضر شدن. سلامت باشین و همچنین از شنوندگان و بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این دم برنامه را تماشا کردن. من برای شما نوروز خوبی را آرزو میکنم و آرزو میکنم که سال خوب و سال پربرکت و پرمیمنت را داشته باشین. ما در این سال حداقل جنگ ها را سپری کنیم و بتونیم که صلح را در افغانستان ببینیم. وقت بر همه شما عزیزان بخیر. سایر برنامه های نوروزی رادیو نوروز را هم بیننده و شنونده باشین. بدرود.